اگر شما به عنوان یک محقق بخواید در مورد یکی از مقطع‌های تاریخ سرزمین پارس تحقیق کنید، می‌بینید در اون مورد خاص نظرات خیلی مختلفی وجود داره. و داستان امروز ما و تحقیق امروز ما خیلی به صورت خیلی جزئی در مورد عید نوروز هستش که ما می‌خوایم بدونیم که واقعاً مبدأ عید نوروز از کجا هستش. همونطور که خدمت عرض کردم، شما به راحتی در گوگل اگه بزنید که مبدأ عید نوروز از کجا هستش، می‌بینید که با چندین نظر مختلف روبرو میشید. و اگر واقعاً یک مسئله واقعیت تاریخی داره که مسلمه هم داره، ولی خب حقیقتش چی هستش، چرا این همه اختلاف نظر، چرا این همه داستان پردازی و افسانه دوربر این مسئله داره میچرخه. یکی از این افسانه‌ای که برای من خیلی جالب بود این بودش که بعضی روایتان هستش که جمشید شاه در موقعی که میاد رئیس دیوها رو اسیر میکنه، میاد عرابه میسازه که توسط دیوها پرواز میکرده، و روزی که جمشید شاه توسط این عرابه پرواز میکنه، اون روز جشن میگیرن و عید نوروز میگن. میدونید که این داستان برای امروزه یه مقداری کم لطفی هستش که آدم کسی بخواد با این امکاناتی که از نظر پیشرفت علمی هستش و در مورد مسائل روز میشه بهتر تحقیق کرد، دنبال رو این مسئله باشه و یک عید به این بزرگی رو بیاد مبدأش برای جشن خلبانی جمشید شاه جشن میگیره، یه مقداری همونطور که اصلا کم لطفی هستش. و یا اینکه تخمر میزنن روی آینه که وقتی که کره زمین به خاطر تغییر فرض از یه شاخ گاو به یه شاخ گاو دیگه منتقل میشه، این تخمر به شرخ و سال تعبیر شده. پس میبینیم داستانه از این قریب و اختلافات نظرات دیگه که عید نوروز رو به چیزهای مختلف نسبت میدم، اینو خیلی به راحتی اینو نشون میده که واقعیت چیز دیگه هستش. کلا اگه ما بخوایم به صورت خیلی خیلی سطحی نگاه این صورت مسئلمون بکنیم، یه مقدار چند تا علامت سوالی زیادی داریم و چی پیش میادش. یک، میدونیم که امسال شده سال 1398، ولی میدونیم که تاریخ باستان قدمتش بیشتر از این حرفه. پس 1398 داستانش چی هستش؟ میدونیم که در دوره قدیم در تقویم بوده یزدگردی که خیلی مشکلات خیلی زیادی داشته، کما اینکه امروز میدونیم که تقویم هجری قمری که در اسلام و عرب ازش استفاده میکنن خیلی خیلی اشکال داره، کما اینکه مثلا ماه رمضان بعضی موقع زمستون میفته بعضی موقع تابستون میفته. پس میدونیم که از نظر تقویمی یک چیز خیلی خیلی پر از اشکال هستش. در دوره‌ای که جلال الدین ملکشاه سلجوقی پادشاه ایران بوده، دستور میده به ریاضیدان‌ها و دانشمندان اون موقع که از جمله خیام هم یکیش بوده که برن اصفهان و در اصفهان یک تقویمی رو درست کنن که امروز داریم در ایران استفادهش میکنیم، برای تقویم جلالی، و اینو تدوین کنن که بهتر زمان دقیق‌تری باشه. و این دانشمندان میرن اصفهان برای که یه مقدار سرنخم بهتون بدم که اصفهان اون موقع به نام دارالیهود بوده یا یهودیه، که حالا بعداً به این مسئله خواهیم پرداخت که داستان تقویم به در واقع به چه صورت بوده. ولی میبینیم که تاریخ الانه تاریخی هستش که قبل از اون مردم به اون صورت نمیتونستن واقعاً بدونن عید کی هستش و بهار کی هستش، کما اینکه مرحوم پروفسور یارشاطر در کتابشون میفهم اینو درج کردن که حتی زرتشتی ها در ایران هم شده که در تاریخ آمده که عید نوروز رو وسط پاییز گرفتن، چون که میدونم قبل از تاریخ جلالی مردم اونقدر خیلی تقویم درستی نداشتن. حالا یک این مسئله، یکی مسئله دیگه این هست که شما اگر در بین ایرانی ها این باور یا رخنه کرده یا باور دارن یا از جای دیگه آمده که عدد 13 نس هستش، روی چه حسابی عیدی به این عظمت و این مهمی رو آمدن درست به اندازه زمانی گرفتن که 13 روز و نس باشه؟ اگر 7 سین ما در شب عید میذارن مردم که میگن عدد 7 عدد مقدسی هستش، خب پس منطقی این بودش که تعداد روزهای عید نوروز یا 7 باشه یا دو برابرش 14 باشه. چرا 13 روز باشه؟ یک، 7 سین از کجا آمده؟ اگر میگن که بعد از حمله اعراب 7 سین به جای 7 شین گذاشته شده، چون که شراب بوده که از شینها و در اسلام هم شراب حرام بوده، به خاطر این تغییر پیدا کرده شده 7 سین، پس میبینیم که
این داستان عید نوروز خیلی خیلی تغییر کرده و هر زمانی برای خودش یک داستانی براش گذاشتن، به امروز به ما رسیده. برای که یه مقدار زمینه فکری بتونن که چطور حتی در آمریکا و اروپا هم عیاد تحت تأثیر سیاست، فرهنگ، باورهای مختلف قرار میگیره، اگر ما بیایم در مورد عید میلاد مسیح تحقیق کنیم، خیلی راحت میبینیم که تولد مسیح دسامبر نبوده. چون ما میدونیم در کتاب تلمود ما هستش که میدونیم که مسیح یک ربای یهودی بوده و تولدش هم در بهار بوده. پس چرا اومدن کریسمس رو که تولد مسیح هستش رو در دسامبر در زمستون گذاشتن؟ به دو دلیل. یکی از دلایلش این هستش که در زمانی که فرهنگ پارس اون موقعی که امپراتوری بوده در روی کشورهای دیگه اثر گذاشت بوده، در ایران که یک باور مردم این بوده که میترا پرست بودن یا دین میترائیزم در ایران رسم بوده که تولدش هم همون شب یلدا هستش که یلد که در عبری هم ما داریم تولد میشه که شب یلدا یعنی شب تولد میترا، الهه میترا، که خیلی بعد یهودی ها به این توجه کنن که جشن یلدا که میگیرن تولد یک الهه هسته. چون دلیلی که من اینو میگم چون خیلی ممکنه بعدشون بیاد، ولی خب واقعیت این هستش که ما یهودی ها هر گونه بت پرستی و شرک و الهه پرستی برای ما قدغن هستش و این هستش یک دین یکتا پرست نمیتونه مراسمی انجام بده که منبعش بت پرستی و فرد پرستی و الهه پرستی باشه. پس این آقای این چیز شب یلدا که تولد میترا بوده در اون موقع اینقدر معروف بوده که حتی در روم قدیم هم حتی ارتشیان اون موقع هم دنبال رو این الهه پرستی بودن. این یکی که خیلی معروف بوده و خیلی طرفدار داشته در اون زمان. و در مسئله دیگه اینه هستش که وقتی که در چندین سال بعدش در ترکیه 300 میلادی بیشاپی بوده به نام سنت نیکولاس، این سنت نیکولاس یه بیشاپ بوده که خیلی خیر بوده و چون ثروت خانوادگی هم داشته می اومده به صورت مخفیانه به مردمی که مستمن بودن کمک میکرده، که در این راه یه دستیار داشته به نام بلک پیتر که از اسمش هم که معلومه یعنی پیتر سیاه، که اینا میرفتن و به صورت مخفیانه به مردم مستمد کمک میکردن. حال وقتی که سنت نیکولاس میمیره و جسدش رو میبرن در هلند امروزی، این شخص خیلی معروف بوده در بین مردم و هر ساله این مراسم بوده که یک شخصی به عنوان سنت نیکولاس و لباس قرمز رنگ سوار بر اسب میشده و دستیارش هم که بلک پیتر با لباس رنگی و میرفته مردم رو میخندونده و شاد میکرده و کادو به مردم میداده. این کاراکتر وقتی میبینن طرفدار زیاد داره کلیسا میاد برای که میبینه خیلی از مردم به کریستیانیتی یا مسیحیت توجه ندارن، میان تولد مسیح رو میندازن زمانی که هم تولد میترا باشه که شب یلدای ما باشه و هم تولد سنت نیکولاس باشه که هم در دسامبر بوده. به خاطر همین این دسامبری که الان مردم کریسمس جشن میگیرن در واقع جشن تولد مسیح نیستش و یک تولد ساختگی هستش برای به خاطر مسائل سیاسی و جلب توجه مردم. بعد این سنت نیکولاس میادش آمریکا، ولی به خاطر مسائل بردهداری و مسائل سیاسی اون موقع بلک پیتر ازش جدا میشه و فقط سنت نیکولاس میادش آمریکا که میشه سانتا کلاس یا به قول ایرانی ها بابا نوئل. و به از طرف دیگه هم به احتمال زیاد در ایران هم رخنه میکنه این کاراکتر که سنت نیکولاسی که میشه سانتا کلاس آمریکا در ایران میشه با عمو نوروز و بلک پیتری که مردم میخندونه با صورت سیاه میشه حاجی فیروزه که در ایران هستش. حالا سنت نیکولاس که میشه سانتا کلاس در آمریکا، میدونیم که حدود 120 سال گذشته در آمریکا کریسمس جشن نمیگرفتن و حتی در مورد به کاتولیکا ضد این مسئله بودن، ولی بعدها دیگه به خاطر که مهاجرین آلمانی هم میان آمریکا این رسم یه مقداری رنگ دیگه به خودش میگیره و در سال 1920 شرکت کوکاکولا میاد از کاراکتر سانتا کلاس یک
یک چیز تبلیغاتی، یک کاراکتر تبلیغاتی درست میکنه، یک مرد توپلی با گونه‌های قرمز، ریش سفید و لباس قرمز که برای تبلیغات کوکاکولا ازش استفاده میشه، که این کاراکتر کم 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 در بین مردم جا میفته و میخ خودش رو میکوبه که امروزه میشه سانتا کلازی که از دودکش میاد پایین و به مردم هدیه میده. پس میبینیم که در آمریکا و در کشور اروپایی هم بنابر شرایط زمان و بنابر مقتضای زمان مسائل دینی و فرهنگی الان جنبه تبلیغاتی و اقتصادی پیدا کرده و هیچ گونه مسئله روحانی پشتش نیست و مردم برای خودشون دیگه برای خودشون اینو درست کردن. در مورد عید نوروز هم به همین طریق. حالا برای که بهتر بهتون بگم رابطه عید نوروز و پاسوور یا پسخ یا به قول ایران عید فطیر هستش، به امید خدا در جلسه دیگه برای شما توضیح خواهم داد که پاسوور چی هستش، چرا اینقدر در اروپا توسط کلیسا و چه در ایران نسبت به این عیدی که عید آزادی هستش، ما در هیچ کشوری در هیچ قومی عیدی نداریم که به خاطر آزادی جشن گرفته بشه، چرا این عیدی که به خاطر آزادی هست اومدن در که به خاطر برای که مردم و ذهنشون رو از اینجا بکشن کنار و با دروغگویی در مورد پاسوور یا پسخ اینقدر دروغ پردازی کردن، براتون توضیح خواهم داد که براتون مشخص بشه چرا اون فرماندهان، اون دست در کاران یا کلیسا در اروپا برای اینکه مردم از پاسوور واقعیتش اطلاع پیدا نکنم با بیشرمی تمام اومدن بلاد لیبل رو به یهودیان نسبت دادن. با امید خدا در جلسه بعد وقتی راجع به موضوع صحبت کردیم بیشتر این مسئله براتون روشن میشه و ذهنیت بهتری خواهید پیدا کرد نسبت به اینکه چرا ضد یهودها نسبت به آیین‌های یهودی اینقدر دروغ پردازی میکنن و ترس دارن که مردم در مورد واقعیت یهودی اطلاع پیدا بکنن. همونطور که عرض کردم خدمتتون در جلسات قبل، لطف کنید اگر برنامه ما مورد توجهتون هست لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، چرا که ما احتیاج به ممبرای زیاد داریم که بتونیم در یوتیوب رنکینگمون بالا بره و همچنین به خاطر اینکه ما تصمیم داریم مسائلی در مورد تاریخ ایران و یهودیت رو بیشتر جنبه حرفه‌ای بهش بدیم و بریم در موزه‌های لندن فرانسه که خیلی اطلاعات غنی در اونجا نشسته و مستند تهیه کنیم، احتیاج به سرمایه زیادی داره و این هستش که ازتون خواهش میکنم اگه دوست دارین در ایران با ما شریک باشید و با ما همکاری کنید میتونید کمک های خودتون رو برای ما ارسال کنید. همطور که میدونید shalomiran.com شده نان پروفیت و به خاطر اینکه کسانی که میخوان کمک کنن تکس دیداکتبل بشه کمک هاشون و از معافیت دولتی برخوردار بشه، ما اینو نان پروفیت کردیم که بتونیم هم کمک های بیشتری رو به دست بیاریم و هم برای کمک بشه برای کسانی که میخوان در این راه به ما کمک کنن و در این راه با ما شریک باشن. سال جدید رو بایتون تبریک میگم از قول خودم و پیشا پیش مود پسر رو بهتون خکسامیان میدم و انشالله سال خوب پر از براخا و سلامتی برای همه آرزو داریم. خیلی متشکرم که بار دیگه پای صحبت من نشستید. خدا نگهدار. گل بیرو خیال خوش نباشد، بی باد بهار خوش نباشد، برف چمن و طواف بستان بی لاله و زار خوش نباشد، بی لاله و زار خوش نباشد. رقصیدن سروانت گل، رقصیدن سروانت گل، بی صوت هزار خوش نباشد، بی صوت هزار خوش نباشد. خوش نباشد، خوش نباشد، چون نقد محقر است
خوش نباشد، از بحر نسان خوش نباشد، گل بیر و خیال خوش نباشد، بی باد بهار خوش نباشد، طرف چمن و تبار